سلام دوست عزیز کانال بانی با سلیقه، به کانال ما خوش اومدین. امیدوارم حال همگی خوب باشه و روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. امروز میخوایم باسلوق ژله درست بکنیم. موادی که نیاز داریم اینا هست: پودر نارگیل نصف پیمانه، گلاب دو قاشق غذاخوری، شکر نصف پیمانه، پودر نشاسته نصف پیمانه. از نشاسته گل هم میتونین استفاده بکنین. پودر ژله تو رنگ های مختلف، به جای پودر ژله از پودر ژلاتین هم میتونین استفاده بکنین. اگر از پودر ژلاتین استفاده بکنین باسلوقتون سفید میشه. بخواین رنگی بکنین باید رنگ خوراکی اضافه بکنین. پس یا میتونین از پودر ژله استفاده کنین یا از پودر ژلاتین و رنگ خوراکی. روغن 1/3 پیمانه، آب 1.5 پیمانه. خب ظرفمون رو روی گاز میذاریم. شکر، آب، نشاسته و گلاب اینا رو اضافه میکنیم، هم میزنیم و زیر گاز رو با شعله ملایم روشن میکنیم. اول باید کامل هم بزنیم و بعد روشن کنیم که نشاسته گله گله نشه. حالا پودر ژلمون رو بهش اضافه میکنیم. زیر گاز باید زیاد نباشه که گله گله بشه، باید با حوصله و مدام هم بزنیم. به مدت 10 الی 12 دقیقه طول میکشه تا یه خورده صف بشه. بعد یه خورده که صف شد روغن رو میریزیم. خب یکم که اینجوری صف شد روغن رو میریزیم و تون تون هم میزنیم. گاز رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم این باسلوق ما خنک شه. بعد توی پودر نارگیل مغلتونیم. باسلوقای ژله‌ای که خورده خنک شد برمیداریم و با دستگرد یا هر شکلی که دوست داشتین کنیم و توی پودر نارگیل مغلتونیم. باستوق رو میتونین توی قالب هم بذاریم، بذارین توی یخچال، بعد برش بدیم به دلخواه به هر شکلی که دوست داشتین. دستتون رو یه خورده چرب بکنین یا روغن بزنین که باستوق ها به دستتون نچسبه. به این شکل همه باسلوق هاتون رو توی پودر نارگیل میغلتونیم و بعد از اینکه همه رو آماده کردیم میذاریم توی یخچال. حدود 3 الی 4 ساعت باید این باسلوق ها توی یخچال باشه تا فرم خودش رو بگیره و خوشمزه بشه. دوستان عزیز، باسلوق رو من از توی یخچال درآوردم. همجور که میبینین سفت شده قشنگ داخلش و خودش رو گرفته. من توی یه رنگ دیگه هم درست کردم. هر چند تا رنگ بخواین میتونین درست بکنین، بستگی به سلیقه خودتون داره و به هر شکلی که دوست داشتین میتونین این باسلوق ها رو شکل بدین. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه و بتونین باسلوق های خوشمزه و خوشگل رو درست بکنین و توی مناسبت های مختلف نوش جان بکنین. ممنون از توجهتون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.